امروز میخوام در مورد ویزای کانادا صحبت کنم که چطور در عرض 4 دقیقه من ویزای کانادا رو گرفتم. با من همراه باشید. بچه دقت کن، این چیزی که دارم میگم در مورد کشوری هستش که پاسپورت قوی دارن، مثل آلمان، اسپانیا یا استرالیا و کشورهای اروپای غربی. در اصل اینا بدون طی کردن مراحل قدیمی و کلاسیکی که شما باید برین تو سفارت بخواید ویزا بگیرین، بدون اینکه بخواید مراحل رو طی کنی، میتونی راحت ویزا رو بگیرین آنلاین. خیلی هم راحته. البته واسه امریکا یه ذره پیچیده‌تره. واسه ما کسایی که توی ایران به دنیا اومدیم این مشکل هستش و نمیشه، تقریبا غیر ممکن هستش. خودم امتحان کردم و ریجکت شدم و به شما پیشنهاد می‌کنم که این کار نکنی. یعنی حتی اگه شهروند آلمان شده باشی مثل خود من، بازم شما از اون طریق نمیتونین انجام بدین. اسم این ویزای الکترونیکی استا هستش واسه امریکا و اتا یا همون ETA واسه کانادا. روال کار اینجوریه که هر کی میخواد به این کشور سفر کنه میره تو این وبسایت سفارت‌ها و خیلی راحت فرمو پر میکنه، درخواست میده، هزینه صدور اون ویزای الکترونیکی هم پرداخت میکنه و راحت ویزا رو دریافت میکنه. حقیقتا من فکر نمیکردم که واسه کانادا اینقدر راحت باشه. یعنی راحتی منظورم از لحاظ تایمیه، من فکر میکردم حداقل یه روز یا دو سه روز زمان میبره، ولی من در این ناوری دیدم 4 دقیقه بعدش واسه من ایمیل اومد که اپروف شده. حالا خیلی‌ها گفتن که چون تو اومدی امریکا این داستان هستش و اینا، حالا یه ذره میخوام اینو روشن‌تر کنم. میگم نه، اصلا ربطی به اومدن من به امریکا نداره. هر کسی که ویزای کشور قدرتمندی مثل آلمان، اسپانیا یا استرالیا که تکرار کردم و داره، راحت میتونه اینا رو درخواست بده. و الان میرم پای سیستم بهتون میگم که چطور میشه این کارو انجام داد. فقط کافیه چند تا فرم پر کنی، اسم و فامیل و مشخصات، تمام. همین. یعنی من حتی تو این فرمی که پر کردم واسه کانادا نگفتم که الان من توی امریکا هستم. بعضیا نوشتن که نه، اینا میره بک‌گراند چک میشه اینا. آره ممکنه، ولی تو 4 دقیقه که همچین چیزی امکان پذیر نیست. همین چیز آنلاینه و اینا به صورت ماشینی انجام میشه. یعنی کسی که الان داره مثلا تو آلمان زندگی میکنه و تا حالا هیچ کشور نرفته و آلمانی هستش، یعنی پاسپورت آلمانی داره، خیلی راحت میتونه درخواست بده و بگیره. اصلا احتیاج نداره بیاد امریکا. حتی اگه درخواست ویزا امریکاش هم ریجکت شده باشه، بازم واسه کانادا میتونه راحت اقدام کنه و بگیره. اصلا چیز سختی نیستش. خب برای این کار کافیه تو گوگل سرچ کنیم مثلا ETA کانادا اپلای، سرچ کنیم چی میاره. ببینید یه چیزی که باید خیلی رعایت کنین که خیلی وبسایت‌های دیگه و شرکت‌های دیگه هستن که این کارو شما انجام میدن. من نمیدونم درست کار می‌کنه یا نه، ولی بهتره سراغ اونا نرین. وقتی خود گورنمنت دولت اونجا یه وبسایت راحت گذاشته واسه این کار، چه کاری الان بره سراغ وبسایت‌های دیگه؟ واسه من بهتون پیشنهاد نمی‌کنم. نکنین وقتی شما سرچ می‌کنین یه سری وبسایت‌ها هستن اینجا چه اسپانسر، یعنی اسپانسر شدن، پول دارن به گوگل که بیان بالا و شما رو اون کلیک کنین. من اولش هم اینا رو نگاه می‌کردم، کسایی بررسی کردم که وقت اشتباه نکنم. ولی دومی که نگاه کنین واسه دولت خود کانادا است. می‌بینین من روش کلیک می‌کنم و اینجا همه چی راحت توضیح داده که چطور اپلای کنین حرفا، چه داکومنتی، چه مدارکی احتیاج دارین، با جزئیات همه چی توضیح داده. خب حالا به اینا کاری نداریم، من میرم سراغ اپلای. اینجا هم باز توضیحات داره که احتیاج نداریم فعلا. چیزی که من پیدا نمی‌کردم، اول خیلی گیج می‌زدم تا اینکه بتونم پیداش کنم، اینکه میگفتم خب مرحله بعدی چیه. بعد فهمیدم خاصا این پایین این گزینه اینجا رو شما بزنید، get final instruction. علی سوال خیلی جالبی داره میپرسه، میگه که پاسپورت شما از فرانسه هستش؟ که میگم نه، حالا شاید واسه فرانسه یه چیز خاصی گشتن. خب بعد میایم پایین‌تر، کانتینیو رو می‌ذاریم که ادامه بدیم داستان رو بریم جلو. توضیحات دیگه نمی‌خواد بدونیم چی به چیه. من احساس می‌کنم واسه بعضی کشورها اطلاعات خیلی بیشتری احتیاج داره، واسه بعضی کشورها کمتر. نگاه کنید الان نوشته که شما واسه کسی می‌خواید انجام بدین این کارو یا واسه خودتون. واسه کسی می‌خواید انجام بدین میگین yes، اگه واسه خودتون می‌خواید انجام بدین میگین no. بازم next رو می‌زنیم. میگه چه مدارکی داره واسه اینکه می‌خوای سفر کنی به کانادا. خب ببین پاسپورت هستش، پاسپورت‌های مختلف هم داریم، پاسپورت دیپلماتیک و فلان که حالا اون شامل ما نمیشه، ما آدم معمولی هستیم. ولی خب من می‌ذارم رگولار، یعنی معمولی ترین پاسپورتی که هستش. خب بعد اینجا نوشته که پاسپورت واسه کدوم کشور می‌خواد. از افغانستان داره، ایران هم بسش کنم داره، بله ایران هم داره. خب حالا من ایرانی که نمیخوام بذارم، الان میخوام بذارم جرمنی. بعد سوال بعدش اینه که ملیت شما چی هستش. بازم خب اونو جرمنی میزنیم دیگه، الان فعلا ملیت رونه. بعد دیگه اینجا شما پاسپورت نامبر رو شماره پاسپورتتون رو میدین، پایینترش فامیلی، اسم اولتون، تاریخ تولد، جنسیت، کشوری که به دنیا اومدی. خب اینجا دیگه بزنی واقعا ایران. همه چی باید خیلی دقیق و درست بزنید. ممکنه اینجا واسهتون ساده بشه، ولی ممکنه وقتی به شما ببینید وارد کشور بشین اونجا چک کنن ببینن با هم دیگه مغایره داره، شما را وارد کشور نکنن. خب و اینجا هم در مورد تاریخ صادر شده پاسپورت، از کجا صادر شده، کی اکسپایر میشه، یعنی مدتش تموم میشه، این حرفا اینا دیگه میگذریم. اینجا میپرسه آیا شما سیتیزن جای دیگه هم هستی. بچا سیتیزن بودن ایرانو، یعنی شما هیچ موقع نمیتونی از خودتون بگیرین. یعنی بعضی واسه نمیشورن که من میخوام بگم فقط مثلا اسپانیایی ام یا فقط چه میدونم مکزیکی ام.
میشه؟ نه آقا نمیشه. ایران جزء کشورهایی که تابعیت خودش رو پس نمیگیره، یعنی تا آخر اون باهاتون هستش. اینجا شما بعد بزنید که ایران هم هستش جزء تابعیتتون. و سوال بعدیش اینه که آیا تا حالا واسه ویزای کانادا اقدام کردی یا نه؟ که میگین نه، اگه کردین یس که حالا بعد بگین بذار یس بزنم چی میشه؟ حالا دیگه جزئیاتش رو پرسه که شماره قبلا درخواستتون چی بود این حرفا. حالا ما نو رو میزنیم. زبانی که دوست داریم با شما مکاتبه کنن چیه؟ خب انگلیسی میذارم، اینجا ایمیل رو میزنیم و اینجا آدرس جایی که شما زندگی میکنی، یعنی پاسپورتتون به اون آدرس هستش رو حتما بزنید اینجا کامل میزنید و اینجا قوانینش هم تایید میکنی و سیگنیچرش هم شما کافیه که اسم فامیلتون یه بار دیگه بزنید و اینجا وارد مرحله بعدی یعنی پرداخت میشه. حالا من چون فرم پر نکردم دیگه وارد مرحله نمیتونم بشم، ولی خب دیگه از اونجا بعدش که راحت شما شماره کریدیت کارتتون رو میدین و که قیمتش هم فقط 7 دلار باورتون میشه و از این طریق شما 5 سال ویزا میگیرید. ویزایی که گفتم توی پاسپورتتون نمیاد، ویزا به صورت یه کد هستش به ایمیلتون ارسال میشه. اگه مشکل خاصی نداشته باشه، یعنی مثلا اسمتون تو لیست سیاه نباشه یا مثلا چم جرم و جنایتی تو این دنیا نکرده باشین که اسمتون تو اون بلک لیست باشه، در از همون 3-4 دقیقه واسهتون ساده میشه، چیزی که واسه من اتفاق افتاد و تمام. همین این ویزا گرفتن کانادا بود به همین راحتی. البته که با ویزا گرفتن آمریکا زمین تا آسمون فرق میکنه و اصلا این کار ما نمیتونیم واسه آمریکا انجام بدیم، همونجوری که گفتم به خاطر داستان ایران و آمریکا. کسایی که دو تابعیت هستن مثل من باید میتونستن که آمریکا هم همینجوری فرم پر کنن برن، ولی نمیشه. شما حتما باید برین سفارت، حتما باید اینترویو بشین و مدارکتون رو ارائه بدین تا اونجوری ویزا بگیرین، که اونم ویزاش بد نیست دیگه، 10 ساله هستش، هدف هم میتونین 6 ماه بمونین، خیلی ویزای خوبی هستش این ویزا. ولی 5 ساله از هدف شما 3 ماه ماکسیمم میتونین بمونین، ولی اگه پاسپورتتون زودتر منقضی بشه اعتبارش از دست بده، اگه بخواید پاسپورت جدید صادر کنین دوباره بعدین درخواست بدین. یعنی اگه پاسپورت شما الان 1 سال فقط دیگه اعتبار داره، شما اینو بگیرین اون 4 سال بعد ویزا پر دوباره بعد اینجا درخواست بدین بگیرین، که چیز راحتیه دیگه، چیز عجیب غریبی هم نیستش و همین. چند نفر واسه من مسیج جالبی داده بودن که الان میخونم بهتون میگم. یکی نوشته چون ویزای آمریکا داری آرش جان اینجوری شده، این کانادا هر چی آمریکا بگه میگه چش، میگه آمریکا به طرف ویزا داره من چی کارم. حالا شاید زبان شوخی نوشته ولی خب اصلا هم چیزی صحت نداره. و جالب اینه یه نفر دیگه اومد حمایت کرد و گفتش که آره دوستمون درست میگه، کانادا 51 ایالت آمریکاست. شوخی داره میکنه احتمالاً دیگه. فکر کن یک دسته شما ویزای اینجا داشته باشی اونجا بهت ویزا ندن، اصلا ربطی به پاسپورت آلمانی شما نداره. این کاملا اشتباهه واسه کسی که پاسپورت آلمانی داره. حالا کسی که با پاسپورت ایرانی میاد چه بدونم ویزای آمریکا رو میگیره، شاید واسه اون تاثیر داشته باشه، ولی میخوام بگم اینا ربطی به هم دیگه واقعا نداره، این اشتباه نکنید. و این نفر نوشته که لطفا یه ولاگ در مورد مزوش هم ویدیو در مورد فرم DS-160 بساز، اون فرمی که واسه ویزای توریستی آمریکا یا حالا ویزای بیزینسی میخوایم پر کنیم بیاین تو آمریکا هستش. اون یه ذره مفصل‌تره، من اونو فکر کنم برگردم خونه واسهتون انجام میدم، حتما تو کامنت ها نیست، اگه هم درخواست خیلی زیادش از زودترم انجام دادم، ولی اونو میخوام مفصل‌تر بگیرم که قشنگ با جزئیات توضیح بدم. ولی ویزای کانادا چون راحت‌تر بود و الان خیلی هم همین دیروز من این کارو انجام دادم، گفتم که خیلی خوبه تا داغه بهتون توضیح بدم چی به چی و راحت کارتون رو انجام بدین و ویزاتون رو بگیرین. همه چیو خیلی کوتاه و مختصر و مفید توضیح دارم، نه بعد مشکل خاصی بوده باشه. اگه رفتم اونجا مشکل خاصی بود دوباره ویدیو میگیرم میگم. ویدیو قبلی هم که در مورد آمریکا گرفتم حتما نگاه کنید، این که اومدم تو آمریکا پامو گوشم تو نیویورک چه داستانی واسم پیش اومد، چه اتفاقی پیش اومد، اونو حتما ببینید، احتمالاً بهتون کمک میکنه که اگه پاسپورت آمریکا هم گرفتین اومدین اینجا واسهتون درسری به وجود نیاد. بچه‌ها خوشحال شدم که تا الان ویدیو نگاه کردین، بازم سوال چیزی دارین قسمت کامنت ها بنویسین. این بود از ویزای کانادا من، امیدوارم که لذت برده باشین این ویدیو و کمک کنه بهتون. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشین، خدافظ.